اسلام هراسی و اقدامات مجرمانه بر علیه مسلمانان مخصوصا در کشورهای غربی در حال افزایش است. بررسی های انجام شده نشان میدهد پدیده اسلام هراسی و اقدامات مجرمانه علیه مسلمانان مخصوصا در کشورهای غربی روز به روز در حال افزایش است. از جمله این اقدامات میتوان به حملات کلامی یا فیزیکی و یا حمله به مساجد مسلمانان اشاره نمود. برای مثال سازمان های اسلامی فرانسه گزارش حمله به یک مسجد در حال ساخت در استراسبورگ با شعار های دیواری اسلام حراسی را مخابره نموده و آن را به شدت محکوم کردند. علی اکبری گزارش می دهد. نگاهی گذرا به وضعیت مسلمانان اروپا نشان میدهد که پدیده اسلام حراسی و اقدامات مجرمانه علیه مسلمانان در حال افزایش است. مسلمانان اروپا میگویند در هفته های اخیر چندین پیام تهدید آمیز دریافت کردند که مقامات در پاسخ به آنها کوتاهی نشان میدهند. این اقدام اخیر مورد انتقاد گسترده نهادهای ملی مانند شورای پرستش مسلمانان فرانسه و اتحادیه مساجد قرار گرفته است کارشناسان دلایل مختلفی برای رشد اسلام هراسی در کشورهای اروپایی بیان می‌کنند آنها میگویند که اقدامات تروریستی سنی های تند رو به نام اسلام و نیز گفتمان اسلام حراسانه برخی سران کشورهای غربی از جمله دلایل عمده رشد اسلام حراسی در اروپا است این مهم ناگفته نماند که برخی قولهای های رسانه ای نیز به این رویدادها دامن زده و اقدامات خشن را بزرگ نمایی می کنند از طرفی به نظر می رسد با ورود آوارگان به کشورهای اروپایی از بسیاری از آنها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده می شود و این امنیز نیز می تواند جویندگان مشاغل را در این کشورها تحت تاثیر تبلیغات گروه های نجات پرست قرار داده و از شهروندان عادی یک نجات پرست یا اسلام ستیز بسازد این در حالی است که اسلام دین صلح و دوستی است و مسلمانان در این کشورها با فعالیتهای مختلف و حتی ارائه خدمات رایگان بدون در نظر گرفتن دین و مذهب به نیازمندان سعی در تغییر این وضعیت دارند